سلام، به کانال خبری ایران خوش آمدید. لطفاً پیش از هر چیز کانال رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله در کانال ایران مشترک شوید. در ضمن با لایک کردن این ویدیو به بیشتر دیده شدن اخبار کمک می‌کنید. با سپاس از همراهی شما. شاهزاده رضا پهلوی: غرب باید تصمیم بگیرد. از لحظه‌ای که جمهوری اسلامی در تهران وجود نداشته باشد، کل اوضاع در ایران و منطقه به صورت مثبت تغییر خواهد کرد. شاهزاده رضا پهلوی به تازگی در گفتگویی با بخش فرانسوی شبکه تلویزیونی i24 به پرسش‌های کریستیان ملارد درباره مسائل مختلف مربوط به ایران و خاورمیانه، از جمله موضوع حمله نظامی به ایران، مواضع روسیه و چین و سیاست‌های اروپا، روند جاری در ترکیه، نقش جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان، پیمان ابراهیم و صلح اعراب و اسرائیل، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مهمتر از همه شرایط ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با یک حکومت مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر که در پیمان نوین مطرح شده پاسخ داده است. متن کامل این برنامه و گفتگو به این شرح است. مهمان امروز من رضا پهلوی، فرزند آخرین پادشاه ایران و دشمن شماره یک آیت الله ها است. اگر در ایران هنوز یک سیستم پادشاهی حاکم می بود، او بر این کشور حکومت می کرد. رضا پهلوی پسر بزرگ محمد رضا پهلوی، آخرین شاه ایران، متولد 1960 در تهران است. او در یک مدرسه خصوصی در کاخ سلطنتی تحصیل کرد و سپس در حالی که هنوز جوان بود به عنوان خلبان جنگ آموزش دید. در 18 سالگی برای تحصیل به آمریکا رفت و تحصیلات خود را در یک مدرسه معتبر به نام لوئیس ایر فورس بیس در تکساس ادامه داد. وی از آمریکا شاهد این بود که انقلاب کشور و ناگزیر پادشاهی پدرش را به لرزه درآورده است. در سال 1979 او به پدر و مادرش که به تازگی مجبور به ترک ایران شده بودند، به ترتیب در مراکش، باهاما و مکزیک پیوست. وقتی پدرش در سال 1980 در مصر درگذشت، رضا پهلوی طبق قانون اساسی 1906 خود را شاه ایران اعلام کرد. او در دسامبر 2011 سر و صدای زیادی در صحنه بین‌المللی برپا کرد، به این دلیل که وی از شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک خواست تا علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را به جرم جنایت علیه بشریت در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شود. امروز رضا پهلوی همچنان در ایالات متحده زندگی می کند، اما در ایران نام او اغلب در جریان اعتراضات علیه رژیم حاکم بر ایران شعار داده می شود. او در همه جا شبکه های خود را فعال کرده، به طور منظم به اروپا سفر می کند و در پاریس، برلین، لندن، آمستردام یا روم با مخالفان رژیم حاکم بر ایران دیدار و گفتگو می کند، از جمله مخالفانی که برخی از آنان زمانی مخالفان پدرش بودند. او همچنین با رسانه های خارجی که مبارزه و تلاش های او را برای سرنگونی جمهوری اسلامی بازتاب می دهند گفتگو می کند. پخش سخنان شاهزاده رضا پهلوی: با هر دیدگاه متفاوت سیاسی، مسئله این است که امروز همه ما در یک کشتی هستیم. همه ما یک تهدید مشترک داریم. همه ما با یک دشمن مشترک روبرو می شویم، یعنی رژیم اسلامی که امروز بر کشور ما حکومت می کند. وی همچنین در ایالات متحده آمریکا با جمعیت بزرگ ایرانیان ارتباط برقرار می کند و سخنان وی از تلویزیون های مختلف خطاب به جامعه 3.5 میلیونی ایرانیان ساکن در آمریکای شمالی پخش می شود. او چندین بار به کنگره آمریکا دعوت شده تا چشم‌انداز خود را درباره ایران ترسیم کند. رضا پهلوی در 28 سپتامبر 2020 از هدف و برنامه خود صحبت کرد و در یک سخنرانی 15 دقیقه‌ای پیمان نوین خود را در حساب اینستاگرامش با 1.7 میلیون دنبال کننده منتشر کرد و با آن مردم را به خیزش فراخواند. اعلی حضرت، به برنامه ملارد دان لیبرتی در شبکه i24 خوش آمدید. اخیراً شما یک پیام به ملت ایران دادید که به آنها پیشنهاد پیمان نوین برای یک آینده خیلی متفاوت از وضعیت فعلی که اکنون ملت ایران با آن مواجه است می‌دهد. بنابراین اولین سوال من این است که شما به هموطنان خود می‌گویید تنها گزینه قابل قبول حکومت مردم ایران بدون استبداد و بدون انحصار طلبی قدرت توسط یک فرد یا گروه خاص است. به نظر شما آیا واقعاً چنین چیزی ممکن است؟
است. آن هم بعد از 41 سال حکومت آیت الله ها که من آن را آیت اللارشی می دانم. این یک سال فرعی است. این روزها شاهد تحولات فزاینده‌ای در منطقه هستیم که به سرعت در حال پیشرفت است. خصوصا در مورد خطر این محور که اشاره کردید، یعنی ایران، ترکیه، شبکه حزب الله، حماس و جهاد اسلامی. من بارها گفتم کریستیان شما سالهاست که منو میشناسید. من با هر گونه دخالت و برخورد نظامی در منطقه مخالف هستم، چون معتقدم این یک سناریوی باخت است. اما باید بگویم بهترین ارتش حاکم در ایران مردم هستند که در خیابانها حضور دارند. آنها نیاز به حمایت دارند و بهترین راه برای پایان بخشیدن به مشکلی که وجود دارد کمک کردن به مردم ایران است تا آنها بتوانند از شر این رژیم همواره ستیزجو رها شوند و آن را سرنگون کنند و به جای آن رژیمی برآمده از قدرت مردم و سکولار را برپا سازند، رژیمی که شرایط را در منطقه و فراتر از آن عوض کند. بر اساس گفته های برخی منابع داخلی که با من در تماس هستند، ایرانی ها شاید نه اکثریت اما شاید اکثریت بزرگی مایلند که اسرائیلی ها و آمریکایی ها برای بیرون راندن رژیم و آیت الله ها دست به اقدام نظامی بزنند. آیا این چیزی نیست که از مردم میشنوید؟ این انتظار خوبی نیست. من مخالف این ایده هستم، زیرا همانطور که گفتم من سناریوهایی را که معتقدند تغییر از طریق نظامی به استقلال و یک فرمول دموکراتیک ختم می‌شود در نظر نمی‌گیرم. تاریخ این را ثابت کرده است. در مقابل ما دیده‌ایم که کشورهای زیادی که تحت دیکتاتوری بوده‌اند و با حمایت‌های بین‌المللی توانستند از شر دیکتاتوری رها شوند، آن هم بدون هیچ مداخله نظامی. این حمایت‌ها لخوالسارا برای کشور لهستان برمغ آورد و نلسون ماندلا را برای آفریقای جنوبی. همچنین نمونه های دیگری که ثابت می کند برای برچیدن یک دیکتاتوری نیازی به مداخله نظامی نیست. این را می توان با پشتیبانی مدنی و حمایت از ملت و آرزوهای آنها برای آزادی به دست آورد. کاملا در همان بستر کشورهایی که می گویند به حقوق بشر احترام می گذارند و ادعا می کنند دموکراتیک هستند و البته هستند. بنابراین به عنوان یک دموکراسی باید تلاش کرد که به کشورهای دیگر برای رسیدن به دموکراسی و رهایی از شر رژیم هایشان کمک کند. مردم ما آماده هستند ولی پشتیبانی دریافت نمی کنند. ما به مداخله خارجی نیاز نداریم. ما خودمان می توانیم این کار را انجام دهیم. اما آنچه من می گویم این است که اگر پشتیبانی و حمایت داشته باشیم، با روند کوتاه‌تر و راحت‌تر می توانیم به آزادی برسیم. ولی نه تنها اینطور نیست، بلکه کشورهایی که قاعدتاً طرف ما هستند اصرار دارند عمر این رژیم را افزایش دهند، خواسته یا ناخواسته با حفظ وضع موجود. ولی این چیزی است که دیگر عملی نیست. نگاه شما نسبت به سیاست روسیه که چشمان خود را روی حملات هواپیماهای اسرائیل به اهداف رژیم ایران و حزب الله در روسیه می‌بندد و در عین حال رابطه خوبی با رژیم ایران و ترکیه دارد چیست؟ از جمله با آنها سیستم‌های پدافندی نظیر S-400 می‌فروشد. همانطور که قبلا گفتم رژیم تمام مشروعیت خود را از دست داده و برای باقی ماندن بر سر قدرت به کشورهای دیگر احتیاج دارد و برای بقا به روس‌ها و چینی‌ها تکیه کرده است. من فکر می‌کنم روسیه به سقوط رژیم نه نمی‌گوید. روشن است که رژیم در مسیر سقوط است، اما چشم خود را بسته و بالاتر از این افق نزدیک آینده بلند مدت‌تر را برای خود می‌بیند. نباید لزوما فکر کرد که مسکو با دیدن ضعف و سقوط رژیم بر حمایت خود از دمشق و تهران اصرار خواهد کرد. شاید تا امروز چنین حمایتی بوده، اما میتوان علایمی را دید که صحنه بازی تغییر کرده است. شما فکر میکنید که موضع پوتین ممکن است تغییر کند؟ میدانیم که پوتین مانند بسیاری از روزها شطرنج باز است. او شطرنج باز خوبی است و وی را مغز متفکر کرملین مینامند. آیا پوتین میتواند در ذهن خود به دنبال تنها یک نقشه خاص باشد، یا موضع او تغییر خواهد کرد و از یک نقطه به نقطه دیگر چرخش خواهد داشت؟ نمیتوانم تصور کنم که روس‌ها در بلند مدت منافع تمدنی در اتحاد با غرب نداشته باشند و در عوض بیایند با افراد رادیکال و مذهبی در منطقه ما معامله کنند. من این را منطقی نمیبینم. حالا در مورد شخص دیگری صحبت کنیم، شخصی که بخشی از خبرهای روز را به خود اختصاص داده. نظر شما در مورد رفتار رئیس جمهور ترکیه اردوغان که دقیقاً روسیه را در سوریه، لیبی و قفقاز به چالش می‌کشد و حتی ایالات متحده را در ناتو چیست؟ میخواهم بگویم که او یک ارمغان مسموم بود.
در اواسط قرن بیستم پدر بزرگم روابطی نزدیک و در جهت سازنده با آتاتورک در ترکیه برقرار کرد. روابطی برای آوردن مدرنیته، سکولاریسم و توسعه به هر دو کشور ما. متاسفانه از زمان انقلاب در ایران شاهد تغییر مدرنیته و سکولاریسم به سمت یک تئوکراسی بودیم. چیزی که در ترکیه کمتر آشکار و بسیار نگران کننده است. بازگشت از سکولاریسم به عقب در این روزهاست. واقعیت این است که در حال حاضر شما در مورد دولتی صحبت می‌کنید که به جای اینکه حامی ائتلاف پیشرفتی باشد که چند لحظه قبل درباره‌اش صحبت کردیم و در بخش‌های دیگر منطقه ما در حال رخ دادن است، مستعد حمایت از سازمان‌های مانند اماس است. اگر به شما بگویم که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در حال مذاکره علنی با حزب الله در لبنان است، شما متعجب یا نگران نمی‌شوید؟ این هم به همون مشکل باز می‌گردد. عامل اصلی مشکلات منطقه رژیم ایران است و یکی از شعبه‌های رژیم ایران حزب الله لبنان است و تا زمانی که شما رژیم را با حزب الله لبنان که از خامنه‌ای دستور می‌گیرد حمایت کنید، چطور انتظار دارید مشکلاتی در کشور مانند لبنان حل شود؟ از لحظه‌ای که جمهوری اسلامی دیگر در تهران وجود نداشته باشد، کل اوضاع تغییر خواهد کرد. سیاست مداخله در امور همسایگان وجود نخواهد داشت. سیاست جدید سیاستی خواهد بود که خواستار صلح، ثبات و همکاری با تمام کشورهای منطقه و فراتر از آن خواهد بود. از زمان روی کار آمدن یک حکومت جدید در ایران، دیگر خبری از حمایت از تروریسم و یا تهدیدات هسته‌ای و سایر تهدیدات نخواهد بود. باید دوباره این سوال را از آقای مکرون و دیگر تصمیم‌گیران غربی بپرسید که آیا نمی‌بینید در ایران چه اتفاقی در حال روی دادن است؟ آیا شما خیابان‌های ایران را نمی‌بینید؟ آیا میلیون‌ها ایرانی را نمی‌بینید؟ مردمی که می‌خواهند شنیده شوند و بیش از هر زمان دیگری به پشتیبانی شما نیاز دارند، ولی شما همچنان اصرار به گفتگو و معامله با رژیم و نمایندگان این رژیم دارید. در فردای آزادی چه پاسخی به ملت ایران خواهید داشت؟ در این شرایط بحرانی در کجای این خط‌کشی ایستاده‌اید؟ شما در حال معامله با رژیم هستید. آیا شما در سمت مردم ایران هستید که خواهان آزادی هستند یا در حال معامله با رژیمی که برای ادامه بقای خود حاضر به انجام هر کاری از طریق سرکوب نه فقط در کشور خود بلکه در کشورهای دیگر است؟ این رژیم به لحاظ تاریخی محکوم به نابودی است. مسئله ما هزینه این تغییر است. من از این زاویه نگاه میکنم، از زاویه‌ای که هم میهنانم میبینند. نگاه ما به سوی کشورهای دیگر است، به آنجاهایی که آنها ایستادند. زمانی که شما ابزار و امکان بیشتری به رژیم میدهید تا آن را در جهت نادرستی به کار ببرد، به زندانیم کمک کرده اید، نه به زندانی. آیا این سیاست منطقی است؟ روزی وجدان عمومی بر حسب آنچه در آینده رخ میدهد به این پرسش پاسخ خواهد داد.